در سال 2020 سازمان عفو بین الملل 246 مورد اعدام رو در ایران به ثبت رسونده که نسبت به سال 2019 کمی کاهش پیدا کرده. اعدام در ایران بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 2017 کمتر شده. با این حال علا اینکه اعدام در ایران نسبت به گذشته کمتر شده، استفاده از مجازات اعدام در ایران کماکان کم باعث نگرانی شدید سازمان عفو بین الملل هست. ایران با برخلاف قوانین و استانداردهای بین‌المللی در زمینه دادرسی عادلانه برای جرمهایی که جزو شدیدترین جرایم محسوب نمیشن و همچنین علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سند داشتن از مجازات اعدام استفاده میکنه به علاوه در سال 2020 از اعدام به شکل فزاینده به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان و معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده شده. بین امنسان... علل همچنان از مقامات ایران میخواد که مجازات اعدام رو به کلی لغو کنن در این حین همه احکام اعدام رو به حبس تبدیل کنن و اطمینان حاصل کنن که در مورد همه محکومان به اعدام دادرسی عادلانه انجام میشه مجازات اعدام یک مجازات بی اندازه بی و غیر انسانیه اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو لغو کردن و ایران هم باید این کار رو بکنه ایران از اعدام برای مجرمان زیر 18 سال استفاده میکنه و این خلاف قوانین بین المللیه که اکیدا مجازات اعدام رو برای این افراد ممنوع کرده در سال 2020 عفو بین الملل سه مورد اعدام مجرمان زیر 18 سال رو در ایران ثبت کرده به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون حقوق کودکان و پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ایران قانونا موظف همه افرادی رو که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شدن کودک مجرم محسوب کنه و اطمینان حاصل کنه که اعدام نشن